آذربایجانم دارم به شما امیران عزیز ارجمندم آقای رضا کیانی عزیز برنامه اجرا میکنه از سپاسگزارم. انقلاب ایران، انقلاب ایران به نظر یکی از مشخصات خیلی عمده و مهمش اینه که به کل نگاه فلسفی ایرانی ها رو تغییر داد. خیلی مسئله مهم است، به کل تغییر داد، یعنی نگاه اونها به زندگی، نگاه اونها به میهن خودشون، نگاه اونها به دنیای بیرون و از همه مهمتر نگاه اونها به مذهب، به کل تغییر پیدا کرده. و تمام کسانی که ما اونها رو به عنوان مدعیان مذهب می‌شناسیم. در برنامه امروز با چی هستی؟ با سه شخصیت نازنین میخوام از دید اونها انقلاب ایران رو وارسی و بررسی بکنیم، ببینیم که اونها در این زمینه چی میگن. نگیرین راق عزیز با ماست، همیانانم روزنامه نگار و آقای دکتر علی نگری با ما هستن، فیزیکدان، و بالاخره دکتر حسام نوذری عزیز در استودیو با ما. دکتر نوذری خوش آمدی. ممنون هستم. خیلی خوش آمدی. بر شما و بینندگان گرامی شما، نگین عزیز، علی عزیز. این اولین برنامه ما بعد از بحران کرونا در استودیو است. اولین بار دیگه نی؟ اولین بار. نگین جان سلام بر تو. سلام بر شما آقای میبادی عزیزم، دکتر نوذری عزیز در استودیو و دکتر نیری دورتر از استودیو و البته هم میهنان نازنینم هر کجای این جهان که با ما همراه هستن. ممنون دکتر نیری، خیلی مردم شما رو دوست دارن. درود بر شما. درود بر شما، لطف مردم هست. اجازه بدید من هم از این فرصت استفاده کنم، عرض سلام و ادب دارم به بینندگان گرامیتون، به نگین عزیزم، به حسام که مثل برادرمه و از همه مهمتر آقای میبودی در این جمعی چهار نفره ما خود شما این البته مثل همیشه خوشتیب. تشکر میکنم. فکر میکنم که نگین عزیز شروع کننده باشه. نگین جان انقلاب ایران، چون بالاخره هستیم به سال روزش، همه درباره صحبت کردن و حالا لازمی که از دیده دو شخصیت و آکادمیسیان به این موضوع نگاه کنیم، این اونها چی فکر میکنن، تصور میکنن که این انقلاب ایران چه تأثیراتی داشته بر دی این ای میهن و مملکت ما. بفرمایید. خب شما به درستی اشاره کردید آقای میبودی، انقلاب ایران مهمترین، یعنی میشه گفت تنها مزیتی که داشت این بود که مردم برگردن با خودشون مرور کنن که چه اتفاقی افتاد و الان چرا در این شرایط هستن، برن واکاوی کنن، ببینن مشکل کجا بود، دین بود، خود مردم بودن و به نتایج جالبی هم برسن. اما بعد از 43 سال آنچه خیلی روشن و بارز هست اینه که جمهوری اسلامی حکومتی است که هیچ شباهتی به مردمش نداره. به طور مثال شما میتونید در یک کشوری مثل امارات متحده ببینید که حکومت شبیه به مردم. من مثالهای غیر دموکراتیک میزنم، در کشورهای دموکراتیک به اصطلاح مثل انگلستان حکومت شبیه به مردم و در کشورهای غیر دموکراتیک هم همینطور مثل عربستان سعودی. اما در جمهوری اسلامی که یک حکومت دیکتاتوری نیست، یک حکومت توتالیتر هست، تمامیت خواه هست، مردم کوچکترین شباهتی به حکومت ندارن و حالا این عدم شباهت مردم به حکومت رسیده حتی به روحانیت. امروز بعد از 43 سال ما با روحانیتی طرف هستیم که اومدن و خواهش میکنن که برگردن به جایگاه خودشون در مساجد، در حوزه های علمیه و دست از حکومت بکشن تا این تتمه اعتماد و ایمان مردم به دین اسلام از بین نرفته، اینها بتونن شاید جان دین اسلام رو نجات بدن از این لعن و نفرینی که از جانب مردم ایران داره هر روز نثارش میشه. امروز اعتراضات در ایران رسیده به لایه‌های نیروهای مسلح و این فوق‌العاده اتفاق عجیب و غریبی هست. اما مهمترین مطلبی که من میخوام اینجا روش باز تاکید کنم اینه که این حکومت هیچ شباهتی به مردم ایران نداره،
هیچ جایگاه و پایگاهی در بین مردم ایران نداره، خاصه در بین زنها که بیش از پیش به این آگاه شدن که چه حقوق اجتماعی و سیاسی رو از دست دادن و تبدیل شدن به شهروندان درجه سه که در این حکومت نه تنها نتونستن در این 43 سال ذره ای از حق و حقوق خودشون رو پس بگیرن، بلکه هرچه سنگر داشتن به مرور زمان باختن و امروز با دست خالی ایستادن و آرزو دارن که حتی برگردن به 43 سال قبل و مدام مرور میکنن خاطرات اون دوران رو، فیلم هایی که الان از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی حتی فروخته شده به تلویزیون های خارج از کشور، حسرتی بر دل مردم به جای مونده از اون روزها و البته امید و اراده برای تغییر آینده. طالبه. خب ممنونم. یک نکته اشاره کردنگیر که خیلی از اهمیته، موضوع شباهت حکومت، هیچ شباهتی به مردم ندارن، مردم هیچ شباهتی به حکومت ندارن، اینجا واقعا از هم خیلی خیلی دور شدن. یعنی ما در ایران با حکومتی هستیم طرفیم که هویتش از هویت مردم کاملا سوا و جداست، مثل یک عنصر خارجی که در اندامواره ایران فرو رفته و تا دفن نشه ایران آرامش نخواهد یافت. این نکته بود که نگین بهش اشاره کرد. جالب. دکتر نظری سخنی داری در این مورد؟ ژن در انتقال فرهنگ نقشی بازی نمیکنه. فرهنگ از طریق ژن منتقل نمیشه. شما زمانی که از بلند پروازی صحبت میکنید، از جرأت کردن، از فداکاری، محبت، عشق، ایمان، ارتباطی به ژن نداره. ژن ها یک چاربستی رو، یک فریم ورکی رو، یک چارچوبی رو ایجاد میکنن. اون نقشی که در اون قرار میگیره، اون فرهنگ ارتباطی به ژن نداره. و اصلا فرهنگ یعنی انتقال آموخته های خودمون به دیگران بدون استفاده از ژن. در میهن ما قرن ها هست که جای فرهنگ خالی هست و زمانی که شما با فرهنگ خداحافظی میکنید، به ضد فرهنگ تمجید، تقدیس، تملق و ریا جون میدید. اون چی که ما شاهدش هستیم هیچ ارتباطی الزاماً به رژیم گذشته نداره، برمیگرده به قرنها. قرنها هست که ما در میهن خودمون با فرهنگ خداحافظی کردیم، با بزرگان خودمون، با زکریای رازی، با عمر خیام، با شاهنامه که به راستی شناسنامه ما هست، خداحافظی کردیم. و اگر شما سری بزنید به همین 50-60 سال گذشته، میبینید که ما جنایت بزرگی رو در مورد کودکان خودمون مرتکب شدیم. آموزش تعلیمات دینی در دبستان. یعنی وزارت آموزش پرورش یک دولت شخصی رو به اسم آیت الله بهشتی استخدام میکنه، آقای باهنر که بدن یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هست یا جلال الدین فارسی، تا ازدواج موقت، صیغه کردن، چند همسری رو در کتاب تعلیمات دینی آموزش بدن و آیه ها و سوره هایی که هیچ از معنای اونها سردر نمیارن اونها رو حفظ میکنن. بنابراین اون چی که ما در میهن خودمون شاهدش هستیم یک مشکلی هست که ما قرنها با اون روبرو بودیم و این حادثه اتفاق افتاد. یعنی مشکل از خود مذهب دیگه، مشکل مذهبه. دقیقاً. ببینید زکریای رازی بالای 1100 سال پیش رسماً علناً بدون رودربایستی اعلام میکنه که شما بایستی احمق باشید که فکر کنید که یک آدمی به نام پیامبر میره با خدا یک جای قرار داره و خدا به اون میگه که تو فردا برو و این رو به مردم من بگو و اون رو نگو. شما کافی است به کتاب‌های زکریای رازی مراجعه کنید که خوشبختانه بسیاری از تاریخ نویسان با وجود اینکه کتاب‌های اون رو سوزوندن، این گفته‌های اون رو یادداشت کردن و ما در زمان زکریای رازی حتی با اپیدمی برخورد کردیم و زکریای رازی در نوشته‌های خودش می‌نویسه که هیچ چیزی مهمتر از امانتداری و راستگویی و صداقت در مبارزه با اپیدمی نیست. ما مدت ها است که با بزرگان خودمون خداحافظی کردیم، اما اتفاق بدی که افتاد در رژیم گذشته این بود که ما لائیسیته رو از پشت به اون خنجر زدیم. یعنی فکر رو، روان کودکان خودمون رو به قطع رسوندیم و به اونها پاسخ تمام پرسش ها رو دادیم. بنابراین دیگه لازم نبود پرسشی بپرسن. اون کتاب‌های دینی تمام پرسش‌های اونها رو پاسخ داده بودند.
به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. و ما از این غافل شدیم. ممنون. خب تا اینجا آمدیم، نظر دکتر نوذری عزیز رو هم شنیدیم. تا اینجا آقای دکتر علی نگیری، نگاه نگیری به قضیه. آقای میبودی اگه اجازه بدید من مسئله رو از برداشت دیگری عنوان کنم. ببینید من الان اینجا یه بطری آبی دارم که در واقع میخوام مفهوم انقلاب رو آنچنان که در علوم طبیعی ما میفهمیم خدمتتون ذکر بکنم. ما الان دو روایت داریم از طرف دوستان راستگرا و چپگرا. دوستان راستگرا معتقد هستن که توطئه بین المللی رخ داد برای اینکه چنین اتفاقی در ایران روی بده، یعنی عوامل خارجی، عوامل بیگانه دست به دست هم دادن تا بتونه انقلاب به وقوع بپیونده. دوستان چپگرا اعتقاد دارن که انقلاب از اونها دزدیده شد و عوامل خارجی در اینجا نقشی نداشتن، بلکه آقای خمینی فرض کنید با زیرکی انقلاب رو از اونها رو بود. اما من میخوام برگردم اول یک مفهوم انقلاب در علوم طبیعی رو بگم. انقلاب در علوم طبیعی به معنای تغییر فازه، همین آبی که خدمتتون نشون دادم. شما اگر این آب رو حرارت بدید یا برعکس حرارت رو ازش بگیرید، آب تبدیل به یخ میشه یا آب تبدیل به گاز میشه. در این صورت یک تغییر فازی احتمالا میفته. ما در علوم طبیعی این تغییر فاز رو میتونیم همون انقلاب ببریم. یک پارامتر نظم، مثلا نظم شاهنشاهی تغییر میکنه به یک نظم جدید که مثلا جمهوری اسلامی باشه، اونم از نوع ولایت فقیهیش باشه. این اتفاق در طبیعت دائم داره میفته، یعنی تغییر فاز از سطوح اتمی تا سطوح بسیار بالاتر دائما داره اتفاق میفته. اما برای هر نوع تغییر فازی، هر نوع تغییر فازی، و من میخوام بگم در علوم اجتماعی هم همینطور هست، هر تغییر فازی به دو عامل وجود نیاز داره. هم عامل داخلی رو نیاز داره، یعنی شما برای اینکه این تغییر فاز رو مثلا در مورد آب انجام بدید یک ظرفی برای آبی لازم دارید و یک آبی لازم دارید. عامل خارجی هم خب اون حرارتی است که بخواید بدید، یا فرض کنید عامل سرمایشی است که بخواید این رو تبدیل به یخ بکنید. بنابراین هر دو عامل مهم هستن و من در تاریخ سراغ ندارم انقلابی در کشوری رخ داده باشه که مردمان اون کشور خودشون نخواهند تغییری در کشور رخ بده و عوامل خارجی این تونسته باشن که شرایط انقلابی رو بوجود. بله، در صورت که مردم کشوری پشت در واقع حامی سیستم حاکمشون باشن، تنها طوری که اون سیستم حاکم از بین رفته توسط نیروهای خارجی یک جنگی بوده که در اون جنگ اون سیستم کامل شکست خورده و فرو پاشیده. ولی اگر فقط داریم صحبت از انقلاب میکنیم، یعنی تغییر همون پارامتر نظم، تغییر یک نظام به یک نظام جدید، امکان نداره که شما بتونید مثالی رو بزنید که مردمان درون یک کشوری نخواستن و فقط عوامل خارجی مثلا تونستن این کارو بکنن، یا بالعکس اینکه عوامل داخلی مردم خواستن و بدون حمایت عوامل خارجی انقلابی تونسته باشه رخ بده. ما در تاریخ 400-500 ساله اخیر سراغ نداریم انقلابی، از همین آمریکاش بگیرید، بعد در فرانسه، بعد در روسیه، بعد در چین و انقلاب اسلامی در ایران، هیچ کدوم از این انقلاب ها نبوده که هم شرایط داخلی مناسب این باشه و هم کمک خارجی رو ما بخوایم ندیده بگیریم. بنابراین هر دوی این عوامل بسیار بسیار مهمن و معمولا عامل خارجی زمانی میاد که متوجه باشه، در واقع اونها میخوان، راحت بگم آقای میبودی، دوست ندارن روی اسبه که شل و لنگ میزنه شرط بندی کنن. بنابراین زمانی که فکر بکنن شرایط داخلی مهیاست
اون موقع هست که حاضر هستن این شرط بندی رو بکنن روی فرض کنید که به حال عوامل داخلی که موجود هست و ببینن کدوم یکی از رهبران داخلی، کدوم یکی از جنبش‌های مردمی شانس برد بیشتری. میگم امکان نداره مثلا شما در نقش فرانسه رو در انقلاب آمریکا بخواید منکر بشید، نقش انگلستان رو در انقلاب فرانسه منکر بشید، نقش آلمان رو و حمایتی که از لنین کرد رو در انقلاب اکتبر منکر بشید، نقشی که روسیه در انقلاب چین داشت رو بخواید منکر بشید، در انقلاب اسلامی هم که اسناد هر روز که بیشتر هویدا میشه مشخص هست که در واقع نه یک کشور که اکثر کشورها در واقع توافق داشتن برای اینکه این تغییر نظام در درون ایران صورت بپذیره. بنابراین این یک مسئله. مسئله دیگر میخوام در ادامه صحبت های دکتر نوذری عزیز اشاره کنم و اونم این هست که مردم ما از اونجایی که خردگرایی رو فراموش کرده و حالا من دام میگیرم از دکتر نوذری عزیز، از اونجایی که این فرهنگ چگونه اندیشیدن قرنها بوده که از میان ما ایرانی ها رخت بربسته بوده، واقعا باید قبول کنیم مردم ما به ویژه بعد از دهه اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی دلشون برای اسلام تنگ شده بود. تا زمانی که ما نتونیم این رو بپذیریم که مردم ما اسلام خواه بودن و خودمون رو گول بزنیم، روشنفکران چپ خودشون رو گول بزنن که انقلاب از ما رو بوده شد، اساسا این روشنفکرا ریشه هایی در توده مردم نداشتن، عمقی نداشت این حرفا در بطن جامعه ایران. تا ما اینها رو درست تحلیل نکنیم و قبول نکنیم به نظر من نتیجه گیری های غلطی رو هم انجام میدیم و در نتیجه برای آینده هم دوچار خطای محاسباتی خواهیم شد. تشکر میکنم. خب اشاره به جای آقای دکتر علی نیری عزیز، کاملا همون حرفیست که لنین زده، تأکیدش بر این بود که تا عوامل داخلی در کشور فراهم نباشن عامل خارجی کاری از دستش بر نمیاد. بعد عامل داخلی وجود داشته باشه، عنصر خارجی بتونه روی اون مملکت اثرگذار باشه. این نسخه ای بود که بعدها اثبات شد درسته، یعنی اون چیزی که لنین میگه واقعا درسته. اگر روسیه آقای پوتین ستون پنجمی در درون اوکراین نداشت، 150,000 نیرو رو پشت مرزهای اوکراین مستقر نمی‌کرد. تمام امیدش به این که بلکه اون ستون پنجم که در شرق اوکراین هم ساکن هستن، اینا بتونن بلوایی به راه بندازن، ایجاد ناامنی و ناآرامی بکنن، بلکه خودشون رو بتونن کودتا بکنن و البته بعد هم کودتاگران اعلام بکنن، درخواست بکنن که ارتش روسیه برای حفظ اونها وارد مملکت بشه یا برای حفظ تمامیت ارض. کاملا به جاست. نگین عزیز به من بگو که این نکته هایی که دکتر نوذری گفت که بسیار نکته های اساسی بود، همینطور نکته هایی که دکتر علی نیری، میخوام ببینم که باستابش در خود رسانه های اجتماعی از چه قراره؟ سوشال مدیا یعنی نسل جوان در ایران واقعا همین مسائلی که دوستان ما مطرح میکنن، یعنی دو شخصیت دانشورز، اونا به همین نقطه نظر رسیدن یا نه هنوز نرسیدن به اینجا؟ اینجا رسیدن، اما آنچه که در شبکه های اجتماعی میگذره خیلی متفاوته با آنچه که در رسانه ها شما میشنوید و میبینید. نسل جوان ایران نسلی هست که اتفاقا دنبال عوامل رفته، به درستی هم عوامل رو شناسایی کرده، اما نسلی هست که زخم خورده است، پر از درد، پر از خشم از اونچه که از دست داده و زندگی که ازش دریغ شده و تمام مدت در حال محاکمه کسانی هست که مسبب وضع موجود هستند. خب همین هم ما رو به جایی نمیرسونه، اما دلیل داره که اینها مدام مشغول محاکمه کسانی هستن که در این انقلاب نقش داشتن. دلیلش اینه که به تازگی اسنادی منتشر شده که
ما پیش از این ندیده بودیم. به طور مثال خانم روزنامه نگاری که امروز هم خارج از ایران هستن، اون زمان فعال چپ بودن و به آقای سنجابی میگن که ما مرحله اول انقلاب رو بهش رسیدیم، شاه رو از کشور راندیم، چرا هنوز سفارت آمریکا اینجا باز هست و ما چرا هنوز اینها رو از کشور بیرون ننداختیم که بتونیم به استقلال برسیم و روی پای خودمون بایستیم و اون طلبی رو که از این انقلاب داشتیم رو وصول بکنیم؟ خب اینها همه باعث میشه که دوباره نسل جوان برگرده، یقه این کسانی رو که در این انقلاب نقش داشتن بگیره و اینها مورد پرسش قرار بده که چرا چنین کردین و زمانی که چنین تصمیم میگرفتین و چنین انقلابی رو کردین شما چرا نایستادین از این میوه خوشطعمی که به بار نشسته بود تغذیه کنید و همه رو یک جا برای ما گذاشتید، خودتون رو از کشور رفتین و باز اونجا هم تصمیم دارین که برای ما نسخه بپیچید و برای ما تعیین تکلیف کنید. من فکر میکنم نسل جوان ایران، کسانی که بچه هایی که سنی نداشتن که انقلاب شده، نقشی در این انقلاب نداشتن و کسانی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن، به درستی به دلایل این انقلاب رسیدن، آسیب شناسی کردن و میدونن امروز چی میخوان، اما دستشون خالی هست، امکاناتی ندارن، پشتوانه ای ندارن. کشورهایی که مثل همین آمریکا زمانی محمد رضا شاه رو تحت فشار میذاشتن که حقوق بشر رو رعایت کنید، چه کنید و چه کنید، امروز با کسانی که دست کم 1500 نفر رو در خیابان در آبان 98 کشتن سر میز مذاکره نشستن، هر حق و حقوقی که میخوان دارن بهشون میدن بدون اینکه سر سوزنی مردم ایران، حقوق بشر پایمال شده مردم ایران رو در نظر بگیرن. به نظر من مردم ایران به درستی نمیبخشن عوامل خارجی رو هم و اگر این سیاست ها ادامه پیدا بکنه در آینده هم این دولت ها فکر میکنم که شرمنده مردم ایران خواهند. ممنونم. خب تا پایان این بخش از برنامه فقط دو دقیقه فرصت هست، دو چون نظری تتمه سخنی دارید خیلی کوتاه بگید چون ادامه میدیم گفتگو رو، یاد چون باشه چهارشنبه پی بگیرید همین مصاحبه ادامه اون گفتگو رو. بفرم سریع بگم. ببینید اگر شما به عمر خیام مراجعه کنید یکی از زیباترین واژه ها رو به ما هدیه داده، نمیدانم اما به دنبالش روشمندی علمی و ما قرنها به فرزندان ایران گفتیم که میدانیم و لازم نیست شما پرسشگر باشید. اگر شما به زکریای رازی مراجعه کنید، ما امروز هم دانشجوی شیمی نداریم که بتونه به این زیبایی اسید سولفوریک ایجاد کنه، اما یک واژه رو به فرزندان ایران هدیه میده، نمیدانم اما به دنبال اون روشمندی علمی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. مشکل ما مشکل رژیم قبل یا قبل از اون نبود، ما قرنها هست که یک مشکل بزرگ داریم. با فرهنگ خداحافظی کردیم و زمانی که شما با فرهنگ خداحافظی میکنید ضد فرهنگ وارد میدون میشه، ضد فرهنگ ریا، تمجید و تقدیس و تملخ. ممنونم. ممنون هستم. خب گفتگو رو پی میگیریم با نگین راق عزیز هستیم، دکتر علی نیری فیزیکدان نظری برجسته و همینطور دکتر حسام نوذری نازنین، این هر دو واقعا در روشنگری سنگ تمام گذاشتن، هم دکتر نوذری هم دکتر نیری، و کار شما بودید به کلاس های اونا می رفتید و امیدوارم که دوباره کلاس ها را بیافتید. این دوره وقفه افتاده بود و دوستان ما هم که رفتیدن به شرق آمریکا، رضا که هم برنامه رو اداره کرد، ممنونم. پی بگیرید برنامه رو پس فردا چهارشنبه.